ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری ایران از روز 22 فروردین شروع شده. چهره های ریز و درشتی ثبت نام کردن، افراد شناخته شده، در میان اونها مثل ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد شناخته شده هم. نظر شما درباره چهره های مهمی که نامزد ریاست جمهوری شدن چیه؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونید تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونید از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنین. من روزیتا ایراندوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و کسانی که ثبت نام کردند. در بین کسانی که تا این لحظه بر اساس آمار ثبت نام کردن و وزارت کشور و ستاد انتخابات اعلام میکنه، چهره‌های شناخته شده‌ای وجود دارند. یکی از چهره‌های خبرساز بعد از آقای رئیسی که اعلام کاندیدوری کرده، تولیت آستان قدس رضوی، آقای محمود احمدی نژاد که آقای احمدی نژاد به رغم توصیه آقای خامنه‌ای برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده. در واقع آقای احمدی نژاد اول از معاون خودش شروع کرد. صرف ثبت نام احمدی نژاد شورای نگهبان رو با مشکلی مواجه کرده. اگه وی رد صلاحیت بشه باید اسناد ارائه کنه که چرا رئیس جمهوری سابق در 4 سال گذشته صلاحیت خودش رو از دست داده و اگر اونو تایید صلاحیت کنه صلاح دید رهبر جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده. به هر صورت تایید یا رد صلاحیت حضور احمدی نژاد توسط گروهی غیر منتخب تبدیل به یک محکی شده که بار دیگه تاکید میکنه انتخابات در ایران از حداقل های یک انتخابات آزاد و دموکراتیک و منصفانه برخوردار نیست. حضور احمدی نژاد در صحنه انتخابات با واکنش های گسترده‌ای هم در میان کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. برخی چهره‌های سیاسی هم در قبال این اقدام موضع گرفتند. احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران پیش از این از حمایت رهبر بهره‌مند بود، اما در سالهای اخیر با اصولگرایان اختلاف نظر پیدا کرده و تعدادی از چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا حملات تندی متوجه احمدی نژاد کردند. خبرگزاری فارس اون رو بی حیا نامیده و مدیر مسئول روزنامه جوان وابسته به سپاه او رو خودشیفته توصیف کرده. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 2007 برای نخستین بار بعد از نزدیک به 30 سال تماس مستقیم دیپلماتیک میان ایران و آمریکا برقرار شده. اما اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد باعث شد آمریکا برای ایران پیام بفرسته که هرگز سخنی در رد وجود کشور اسرائیل رو قبول نخواهد کرد. به علاوه در دوران احمدی نژاد دخالت ایران در عراق نیز تبدیل به یکی دیگر از اختلافات میان دو کشور شد و کار به جای کشید که پرزیدنت بوش در مورد پیامدهای این دخالت‌ها به ایران هشدار داد. و در همین دوره بود که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌های متعددی علیه برنامه جنجالی اتمی ایران تصویب کرد و تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه ایران به مورد اجرا گذاشت. تب انتخابات بالا گرفته و فضای مجازی هم تحت تأثیر انتخابات و ویدیوهای زیادی هم به اشتراک گذاشته شده که امروز ما تو این برنامه مرور میکنیم. البته باید به ما کمک کنیم زمان لازم رو داشته باشیم. اول از سری میزنیم به روزیتا در شبکه‌های اجتماعی که ببینیم اونجا چه خبره، بعد برمیگردیم و تلفن‌ها و اسکایپ رو شروع میکنیم. همونطور که مسعود در ابتدای برنامه گفت، در فضای مجازی هم تب انتخابات بالا گرفته.
بسیاری از کاربران به این مسئله اشاره کردن، حالا از دیدگاه‌های مختلف، چه درباره آقای رئیسی، چه درباره آقای قرضی، و همینطور اعلام شده که قرار آقای جهانگیری هم ثبت نام بکنه، که نگاه می‌کنیم به نظرات شما. برخی معتقدن ورود بعضی از این افراد به صحنه انتخابات فقط برای داغ کردن تنور انتخاباته و اینکه مردم رو پای صندوق‌های رأی بیارن. برخی معتقدن نه، یه نوعی اعتراض هستش، که این نظرات رو حتما در طول برنامه با هم نگاه میکنیم. و از کاربران از هشتگ های مختلفی هم استفاده کردن. انتخابات 96 یکی از این هشتگ هایی بوده که استفاده کردن: وقاحت، احمدی نژاد، ریاست جمهوری، ثبت نام، سورپرایز امسال از دیگر هشتگ هایی بوده که کاربران در توییت هاشون از اون استفاده کردن. و یکی از توییت هایی رو که براتون از کاربران روی خط آماده کردم با هم مرور میکنیم. کاظمی از کاربران ما میگه نکته مثبت حضور احمدی نژاد در این صحنه تقابل و سرپیچیش از حکومت، نکته منفی هم این که ایران به عصر حجر برمیگرده اگر احمدی نژاد بیاد. شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. یکی دیگه از راه‌های ارتباطی پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خطه. شماره پیامگیر هست 202-382-7205. همکارانم در اتاق فرمان منتظر نظرات شما هستن. تماس بگیرین و نظراتتون رو در برنامه منعکس کنین. مشتبه از تهران با اسکایپ روی خطین. بفرمین. سلام. بفرمین. الو. سلام، خواستم باشید. ممنونم، بفرمایید. راجب آقای احمدی نژاد خواستم صحبت کنم. ایشون با اینکه آقای رهبری ایشون رو منع کردن از انتخابات، مجددا ثبت نام کردن و دیگه 8 سال ریاست جمهوریشون هم مردم ایران دل خوشی از ایشون نداشتن و خیلی لطمه‌های سنگینی به ایران وارد کردن. و برای اینکه انتخابات به صورتی تنور داغی دوباره درست کنن، اومدن احمدی نژاد دوباره ثبت نام کرده که فضا رو دو قطبی کنن، فضای انتخابات رو داغ کنن و مردم ایران. یعنی مثلا فکر کنید که اومدن نامزد شدن آقای رئیسی یا آقای قالیباف، احتمالاً البته هنوز ثبت نام نکردن، اون وقت اون فضا رو نمیتونه دو قطبی بکنه. آقای احمدی نژاد همونطور که یادتون باشه سال 88 باعث شدن که فضای انتخابات ایران متشنج بشه و همین سبب شده که آقایون سیاسی که پشت پرده هستن بتونن از این فرصت استفاده کنن که احمدی نژاد به عنوان یه منیجک میتونه انتخابات پیش رو رو داغ کنه و مردم رو به پای صندوق رای بکشونه. ممنونم از اینکه اومدین روی خط. البته همونجور که تو برنامه هم عرض کردم، ما در واقع محور برنامه امروزمون در برنامه روی خط چهره های ارزیابی شما از حضور چهره های شناخته شده در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران چیه؟ بهروز از کرج روی خطین، بفرمایید. درود به شما جناب آقای سفیری. درود بر شما. عرضم به حضورتون که من حس میکنم آمدن آقای احمدی نژاد در عرصه انتخابات و ثبت نام کردنشون در انتخابات ریاست جمهوری یه فصل نویه در سیاست ایران. من خودم به شخص اینو به فال نیک میگیرم، چون جناب آقای احمدی نژاد من حس میکنم جنسشون با تمام سیاست مداره ایران و رئیس جمهورای حال حاضر و گذشته متفاوت هست، چون ایشون فعل و حرف و گفتار و کردارشون با همه افرادی متفاوت کوی پیس نیست. به نظر شما چرا رهبر جمهوری اسلامی ایشونو منع کرده از حضور در انتخابات؟ ببینید، اتفاقا من همین رو خواهم بگم. یکی از نکات مثبت اومدنشون اینه که در برابر خودکامگی و استبداد ایستادن. ایشون خیلی راحت میگه آقا من به حرف رهبر ایران اعتقادی ندارم، شرکت کردن در انتخابات حق هر ایرانی است، در همه مردم اینه که اصل براعت ایشونشون مجرم نیستن. عرضم به حضورتون که من حس میکنم این اتفاق نقطه مثبت آقای احمدی نژاد، با اینکه به قول شما رهبری نهی کرده اومده توی به قول من نیست، رهبری منعشون کرده بود. نامش هم منتشر شده، نامش اگر که در گوگل سرچ بکنید هستش، که آقای احمدی نژاد هم اعلام کرده که برای من تبعیت میکنم از صحبت شما و نامزد نمیشم.
خب بله، اون یه صحبته که حالا شاید به مقتضای زمان انجام داده، ولی هر کسی بالاخره نظراتش عوض میشه. من برای همین حس میکنم آقای احمدی‌نژاد یه آدمی است که تنها کسیه که شاید استبداد گریز در برابر حرف رهبری اینو میتونه قد علم بکنه، خیلی راحت حرفشو بزنه بخاطر تمام ویژگی‌هایی که داره. کسی که داره حرف از مکتب ایرانی میزنه، نه اسلام نه چیز دیگه، به جای اینکه بره سر قبر مثلا شهدا و نمیدونم آقای خمینی و امثال ذالک میره. آقای ببینید بهروز، ممنونم که اومدین روی خط شرکت کردیم، ولی در مورد دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اتفاقات دیگه هم هست، مثلا نمیدونم در مورد امام زمان صحبت کردن، مسیر راه امام زمان رو در واقع باز کردن، یه همچین کارهایی هم آقای احمدی نژاد کرده و اینجوری نیست که فقط مکتب ایرانی رو عنوان کرده باشه. و البته باز هم به اطلاعاتون میرسونم برنامه امروز روی خط، برنامه امروز روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد ارزیابی شما از ثبت نام و یا اعلام نامزدی چهره های شناخته شده در ایرانه. همراه ما باشید. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. سری از کاربران توییتر همراه با تصویری میگه دوستان اصولگرا، این همون احمدی نژادیه که وقتی ما سال 84 و 88 بهش اعتراض کردیم شما ما گفتید بی بصیرت، حالا نظر آقا به کی نزدیکه؟ رئیسی. و مطلبی رو اشاره کرده بود ساری بهش که پیام تصویری رو از مطلبی که سال 84 وبسایت فارس به اشتراک گذاشته بود در توییتر به اشتراک گذاشته و میگه پیشبینی خاتمی از جریان احمدی نژاد در سال 84، جریان واپسگرای داخلی مقابل رهبری نیز خواهد ایستاد. این مطلبی بوده که آقای خاتمی در سال 84 پیشبینی کرده بودن. امیر از کاربران چت میگه که اینکه در انتخابات همه میتونن ثبت نام کنن و بر اساس قانون هیچ منعی نداره، اما اینکه به کسی توصیه میشه تا شرکت کنه یا نه خودش جای سوال داره که آیا چنین صحبتی خود به معنای دخالت فراقانونیه یا نه. در خصوص احمدی نژاد هم میگه مطمئن باشید همونطور که خودشون هم گفتن اصلا قصد موندن ندارن و صرفا برای چانه‌زنی بر سر کاندیداتوری بقاییه که تاییدیه بگیره و خود ایشون هم میدونن که اگر به جای جاش برسه قصد سرکشی خواهد داشت و قطعا شورای نگهبان رد صلاحیت میکنه و میگه احمدی نژاد برنامه‌ریزی برای 4 سال آینده بعد از روحانی داره و الان هم میخواد ثابت کنه که فردی تاثیرگذار در صحنه سیاست کلی کشور تا در این 4 سال حفظ جایگاه و پایگاه بکنه و در 4 سال بعد وارد گود بشه. یکی دیگه از سوالای ما درباره نامزدی و ثبت نام آقای جهانگیری که قرار ثبت نام بکنن و پرسیده بودیم حضور اون رو چطور توجیه میکنیم، منتظر توییت های شما هستم. و این مسئله با واکنش بسیاری از کاربران روبرو شده. مشرق نیوز توییت کرده جهانگیری نامزد انتخابات میشود علارغم مخالفت روحانی با حضور فردی به عنوان رقیب، با فشار جریان اصلاحات جهانگیری ثبت نام میکنه. مسئله نامزد های مهم دیگری، حالا شخصیت های مهم دیگری هم مطرحه، مثل آقای غرضی که در طول برنامه نگاه میکنیم. شما هم بیاین بگین نظرتون درباره این چهره های مهمی که نامزد ریاست جمهوری شدن چیه. 202-382-7205 شماره پیامگیر برنامه روی خطه. مسعود. خانم سارا از تهران روی خطین، بفرمایید خانم. سلام عرض میکنم. سلام بر شما و خانم گلتون، ببخشید از اینقدر سلام به هم بفرست که اسم کلش خانم ایران دوست همکارم، بفرمایید. بله ببخشید.
آقای سفری گل، ملت ایران هوشیاره، اینو بهتون بگم، اصلا گول اینجور چیزا رو نمیخورن. یعنی اینو با تمام وجودم دارم بهتون میگم که هیچ کس اصلا از احمدی نژاد مخواد فقط اومده خودشو نشون بده، شروع کنه که مثل دلغکی ده بفتی اینجا سرت کردم، معذرت میخوام بگم، مجبورم اینو عنوان کنم، اینه که هیچ کس به هیچ کدوم اینا اعتماد نداره، به هیچ کدومشون، که بخواد ریاست جمهوری بگیره، نمیدونم بخواد رو تخت چیزو بره، فعلا کاراشو که انجام داده توی جای دیگه اونا رو درست کنه، نمیخواد بر ما ریاست جمهوری انجام بده. ممنونم خانم از اینکه اومدین روی خط. امید از تهران با اسکایپ روی خطین. امید بفرمایید. امید از تهران با اسکایپ. امید روی خطین، بفرمایید. ارتباطمون با امید برقرار نیست. بابک از تهران روی خطین، بفرمایید. بابک از تهران روی خطین، بفرمایید. الو آقای سفیری، بفرمایید. من سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خواهش می‌کنم. خواستم از خدمت شما آقای سفیری، این آقای احمدی نژاد خب بالاخره برای خودش ایده و نظرات داره که بسیار محترمه و بسیار آدمیه که میتونه برای مملکت کار کنه. شما ببینید دو این دورانی که رئیس جمهور بوده چه خدمات رو انجام داده، هیچگاه مخالفتی نداشته با سران نظام و هیچ مخالفتی نداشته با رهبری و به طور خیلی منظم و مرتب، ولی رهبری ایشونو من کرده آقای. ببینید نکنید این خود آقای احمدی نژاد هم گفتن این یک موضوعی بوده که مقطعی بوده و ممکنه هر اتفاق برای هر کسی بیفته. نه اینطوری نبوده که بخواد کلن ایشون رو من کنه. آقای احمدی نژاد بسیار رئیس جمهور منتخب و بسیار. شما نظرتون راجع به سایر نامزدها چیه؟ بله؟ سایر نامزدها. سایر نامزدها چه نظری داری؟ حالا امشب بیشتر من چون آقای احمدی نژاد مد نظر شما بود، ایشون هم خواهد اصلا خود من شما که بسیار راستگو بوده، دروغگو نبوده، هر چی می‌خواسته گفته عمل کرده و هیچ چیزی نبوده که بگه و بعداً بخواد از اون انتقاد کنه یا بخواد زیر اون حرف خودش بزنه. حرف خودشو هر چی بوده زده و به اون عمل کرده. ولی خب بعضی از کسایی که حالا رئیس جمهور هم شدن به ظاهر روحانی اومدن گفتن ما صدروزه میام اقتصاد درست میکنیم، اما الان تو آخرین برنامه که داشتن با خبرنگارا گفتن نه من اصلا از همچین حرفی رو نزدم، من اصلا وعده صدروز رو ندادم، من در مورد اقتصاد وعده های مختلفی دادم، اینطوری نبوده که بخوام صد درست کنم. ممنونم که اومدین روی خط، سپاسگزارم. امید از تهران اگر ارتباطتون با ما برقراره روی خطین با اسکایپ. امید از تهران با اسکایپ. امید ارتباطتون با ما برقرار نمیشه، نمیدونم چرا. اگر که میتونید باز هم امید. آقای رحیمی از ترکیه، آقای رحیمی بفرمایید با اسکایپ. آقای رحیمی از ترکیه. سلام جناب سفیر. سلام بر شما. خسته نباشید. سلام خانم ایران دوست. بفرمایید آقای رحیمی. عرض کنم به حضورتون که این که میگن ممکنه این به اصطلاح اومدن آقای احمدی نژاد تئاتر باشه و خیمه شب بازی باشه و اینا، نیست، همچین نیستش. اینا واقعا جنگ قدرت اونجا از اول اسلام هم بوده و الان هم هست. در زمانی که خمینی زنده بود فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد، خامنه ای اومد گفتش که اگر آقای رشدی توبه بکنه ما توبهش رو قبول میکنیم. آقای خمینی آقای خامنه ای رو احضار کرد و بهش گفتش که مثل که شما از اختیارات ولایت فقیه مطلع نیستید. ولایت فقیه حکم لجستیشن داره، یعنی اجازه تشریح داره، هر قانونی رو میتونه وصف کنه و ملغا بکنه و بر تمامی نهادهای جمهوری اسلامی حکم اکس. آقای رحیمی، یعنی تعبیر حضرت عالی اینه که آقای خامنه‌ای آقای احمدی نژاد رو من کرده؟ من الان عرض میکنم
کوتاه لطفا، فرصتمون خیلی کمه امروز. حتما. و ولایت فقیه بر حکم ایکس آفیس، یعنی اون نهاد بالاتر از همه بر تمامی نهادهای جمهوری اسلامی داره، بر پارلمان، بر مجلس، بر ریاست جمهوری. یعنی رفتن مردم یا اومدن مردم هیچ تأثیری نداره، قانون هیچی بالاتر از اینها نیستش. حالا آقای احمدی نژاد، آقای رئیسی و روحانی اومدن، اینها چه قولی به مردم دادن؟ میخوان چی کار بکنن؟ اجازه اینو دموکراسی گفتن میخوام دموکراسی ما برقرار. آقای رحیمی ممنونم که اومدین روی خط، احتمالا ما در شبهای آینده هم در این مورد برنامه خواهیم داشت، امیدوارم بیاین شرکت کنین. آرش از آمریکا روی خط، این آرش بفرمایید. آرش از آمریکا سلام بر شما، بفرمایید. آرش اجازه بدین صداتون رسان نیست، مثل که خط اشکال داره، اگر میتونیم مجددا برگردین روی خط. روزیتا پرسیده بودیم نظر شما درباره چهره های مهمی که نامزد ریاست جمهوری ایران میخوان بشن و شدن چیه. مشتبه از کاربران توییتر برنامه روی خط میگه اساسا انتخابات معنا نداره، رئیسی که یک قاتل، قاتل فرزندان رشید ایران، انتخابات به همون اندازه غیر مشروعه که فردی مثل رئیسی در اون شرکت میکنه. یکی از سوالاتی هم که مطرح بود این که آیا نامزدی احمدی نژاد به تغییر آرایش سیاسی جناح اصولگرا یا انتخابات میانجامه. عرفان کاربر توییتری روی خط میگه نه تغییری حاصل نمیشه، فقط محیط متشنج میشه و امیدوارم منجر به حصر خود این فرد بشه. کوروش میگه اصلاح طلبها به شدت از احمدی نژاد واهمه دارن، احمدی نژاد در مناظره معروف خودش با موسوی تونست به طور تلویحی دوره سیاه خمینی رو نقد بکنه. کاربر توییتری دیگه هم میگه الان دیگه خود اصولگراها هم از روحانی حمایت میکنن. امیر در چت بخشی از صحبتش رو در بخش اول خوندم، در ادامه صحبتش میگه در خصوص شرایط فعلی هم تا اینجا باید گفت که هیچ زمان در این دوره 4 ساله گذشته ندیدیم که رهبری از روحانی حمایت نکرده باشه و یا اختلافی داشته باشه، ضمن اینکه ایشون از ابتدای انقلاب یکی از نزدیکترین افراد به شخص رهبری بوده و در تمام این 4 دهه مسئولیت اطلاعاتی امنیتی و به تمام جزئیات مملکت هم وارده و با وجود این که میگه با حمایت اصلاح طلبا باز هم شانس رأی بالا داره، هیچ دلیلی نداره که کسی مخالفتی با ادامه ریاست جمهوریش داشته باشه. و امیر میگه چه کسی رو میشه در این میان پیدا کرد که سر به راه‌تر و بله قربانگوتر از خود این فرد باشه. ورود آقای رئیسی هم میگه صرفاً یک تاکتیک برای حضور حد اکثریه، نه رئیس جمهوری شدنش. هرچند در این میان میگه باید تا روزهای آخر صبر بکنیم، چون با توجه به برنامه دراز مدتی که برای تعیین میزان اقبال ایشون برای جایگاه رهبری، باز 2 احتمال وجود داره. احتمال اینکه آقای رئیسی ممکنه تا پایان این دوره رقابت‌ها نمونه و دوم اینکه اگر موند به چه ترتیبی برنامه ریزی میکنه که با حضور احمدی نژاد و امثالهم به مردم گوشزد بکنه که بد و بدتر هم هستن و با اینکه مردم عامی‌تر رأی به رئیسی بدن و لااقل اختلاف رأیش با روحانی خیلی زیاد نشه و آبرومندانه‌تر به پست فعلی خودش برگرده تا در آب نمک بمونه برای برنامه‌های بعدی. یک دیگه از تصاویری که خیلی از کاربران به اشتراک گذاشته بودن تصاویر روزنامه‌ها بود و اون واکنش‌های روزنامه‌ها. حمید در توییتر با به اشتراک گذاشتن تصویری از صفحه اول روزنامه کیهان توییت کرده: حامیان رسانه‌ای دیروز احمدی نژاد که حضور امروز او رو ثبت نام در انتخابات 96 ندیدن. یغما جام جم رو به اشتراک گذاشته، توییت کرده: روزنامه رسانه ملی یعنی جام جم هم میگه مثل همشهری، جوان، وطن امروز و کیهان ثبت نام احمدی نژاد رو ندید. و میرا روزنامه قانون رو به اشتراک گذاشته، تیتر اولش رو میگه ثبت نام با بصیرت. بالای همین تیتر اگه روزنامه رو یه بار ما ببینیم میگه احمدی نژاد بازی انحصار طلبان رو به هم ریخت.
تاجی یکی از کاربرانی که با اشاره کرده به نامزدی آقای قرضی در انتخابات ریاست جمهوری میگه قرضی هم اومد، فکر کنم امسال با وجود احمدی نژاد قرضی و روحانی بهترین مناظره های در پیش باشن. میگه من به جای رئیسی بودم اصلا جلو نمی آمدم. عطاالله مهاجرانی توییت کرده ظاهرا مرض عوام زدگی به خواست سیاسی انقلابی و خوش سابقه و اون سوی 75 سالگی هم رسیده. قرضی بی قرض دوای هرچی مرض، این شعاری بوده که براش و میگه دوای مرض عوامزدگی هم هست. محسن یکی دیگه از کاربران توییت کرده میگه با رد صلاحیت احمدی نژاد و تایید شدن قرضی و حسن روحانی ابعاد جدیدی از مفهوم رجل سیاسی و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه روشن میشه. اینها بخشی از نظراتی بود که براتون آماده کرده بودم. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشید. سری جدید فرارو دوشنبه تا پنجشنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. VOA فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا. آرش از آمریکا، اگر ارتباطتون با ما برقرار روی خطیم بفرمایید. سلام سفیری. سلام برای شما، بفرمایید. در مورد این انتخابات پیش رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که رئیس جمهور آینده ایران به طور قطع آقای روحانی هست و این حضور آقای احمدی نژاد و دوستان فقط یه بازی هستش برای اینکه تنور انتخابات داغ بشه و لاغیر. متشکرم ازتون. ممنونم. آرش به ما خیلی کمک کرد. دو تا نکته رو می‌خواستم متذکر بشم. یکی اینکه لطفاً با توجه به حجم تلفن‌ها و اسکایپی که داریم زمان به ما کمک کنین که زمان رو مدیریت کنیم با کوتاه نظر دادن، و دوم اینکه محور برنامه آقای احمدی نژاد نیست. آقای احمدی نژاد یکی از افراد سرشناسی هست که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده. آقای ناصری از هلند روی خطیم، بفرمایید. آقای ناصری با وقت بخیر خدمت شما و تیم صدای آمریکا. خواهش میکنم آقای سفیر، این نامزدها، اونهایی که من خودشون رو نامزد کردن غیر از یه عده خیلی معدودشون، نشون میده که در نظام جمهوری گاو شیر پلنگ اسلامی، چون نبود احزاب، نبود نمایندگان احزاب، نبود برنامه مشخص و مدین از طرف احزاب، هر کی بقال سر کوچه، قصاب ته کوچه، قاتل سر میدون، اینا هر کی پاش رسیده اومده خودش رو ثبت نام کرد، آقا ما هم هستیم. ولی خب تنها مسئله که اینجا خیلی مهمه اینه که رئیس جمهور در کشور، رئیس قوه قضاییه در جمهوری بلکنقی، هیچ گونه حساب قدرتی نداره، اصلا رئیس اجراییه، یعنی حتی زورش به این نمیرسه سر یه دونه کلانتری بره وایسه یه کاری رو انجام بده، یعنی هیچ قدرت اجرایی از خودش نداره. اینا همه نمایشه و نشون میده که این نظام چقدر انتخاباتش به چقدر مسخره است. و نماینده به حساب کاندید شدن بعضی ها به عنوان کاندیدای به حساب رئیس جمهوری توهین به شعور مردمه. در این میان فقط تنها چیزی که اینا میان خودشون رو کاندید میکنن و میخوان رئیس جمهور بشن، از جمله آقای احمدی نژاد، اینا فقط این جریان اینه که اینا هر سال یه بار بیان نیویورک
این سفر زیارتی به نیویورک با پسرخاله ها و اعمال. ممنونم آقای ناصری، اگر اجازه بدین امروز با شما یکم زودتر خداحافظی کنیم. علی از ترکیه با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. علی از ترکیه با اسکایپ. علی بفرمایید روی خطین. با درود به شما، بخسته نباشید. ممنونم جناب سفیری عزیز. من میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم. آیا شما خود یه ژورنالیست هستی، ولی آیا در این دو سه دوره که میخوام بیان نامزد بشن شرایطی که گذاشتن برای کسایی که میخوان نامزد بشن؟ فرد 12 ساله میاد، مرد 92 ساله میاد، سواد داره نداره؟ ببینید اگر این ترور داغ کردن نیست و چیه، شما اینو توضیح بدین. نمیخوام میگم متقابل به شما میگم، دیگران بشنون. ولی یه چیز جالبیه، من شما فکر کنم تعزیه رو دیدیم، روی پرده تعزیه شم میاد، یزید میاد، طفلان مسلم میان، یاران حسین میان، اونا لباسهای قرمز خشن به اینا حمله میکنن، چوب میزنن، مردم نگاه میکنن، گریه میکنن. پشت پرده وقتی اینا میرن نشستن با هم دیگه چای قیلون میشن. سیاستی که در ایران حاکمه جناب محترم عملا 38 سال نشون داده اصلاح طلب کی بوده؟ آقای خاتمی که دو دوره بود داره میگه عکسش ممنوع شده، خودش بوده چیکار کرده؟ چرا اون جمله رو گفت که بعد از اینکه رفت کنار گفتش که آقا من رئیس جمهور یک تدارکات چیه؟ آقای احمدنژاد دو دوره بوده، ایشون چیکار کرده که الان خواهد بیاد به فرض؟ اون آقای کلیساست قرار بود 100 ساله 100 روزه بده، 100 سالش کرده هنوز هم جواب نمیده. ببینید این بازیه، متاسفانه به شعور مردم دارن توهین میکنن، فقط میخوان تنور انتخابات داغ کنن. رئیس جمهور انتخاب شده. ممنونم که اومدین روی خط علی، ممنونم. فرصتمون کمه روزیتون. یکی از کاربرانمون که نظرش رو براتون آماده کردم، مهدی میگه من فکر میکنم رفتن این همه آدم از پیر و جوان و زن و مرد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری شوخی نیست، بلکه نوعی اعتراض به وضع کنونی. امیدوارم نامزدی احمدی نژاد هم از همین نوع شوخی ها باشه. اهورا میگه آن مردی که رفته بود دوباره آمد، البته نه برای ریاست جمهوری بلکه این بار برای انحراف از هان عمومی. امید توییت کرده به کوروش کودکی 8 ساله متولد عاشورای 88 میگم احمدی نژاد برای انتخابات ثبت نام کرده، میگه وای بدبخت شدیم. شعبانی با تصویری از احمدی نژاد توییت کرده رقص وقاحت در انتخابات 96. احمدی نژاد صحنه سیاست ایران رو به سیرکی تمام عیار تبدیل کرده. جعفری توییت کرده به زودی میشنویم که رفع حصرم از وعده های انتخاباتی احمدی نژاد خواهد بود. حسن میگه خوب شد، تاییدش کنید یا ردش کنید، در محضر تاریخ بی آبرو شدید، این از عاقبت نشناختن قدر ادب. در اینستاگرام آباد میگه جالبه تاریخچه ریاست جمهوری در ایران، از فراری تا کشته شده و ممنوع التصویر و احتمالاً رد صلاحیت. هیچ نکته مثبتی در هیچ کدوم از نامزدها نیست و کسی که بدون هدف بخواد بیاد و نه برنامه مدون مشخصه که تکلیفش چی میشه. پرسیده بودیم حضور احمدی نژاد برای کدوم یکی از گروه ها میتونه تأثیر بیشتری بذاره. طرفداران روحانی، رئیسی و یا دیگران. کوروش در توییت میگه اصلاح طلبان خطرناکترین گروه برای دموکراسی در ایران هستن، هدف اصلی اصلاح طلبان تقویت جمهوری اسلامی و تداوم راه خمینی و سهیم شدن در چپاوله. مشتبه یکی از کاربران توییتر روی خط الان توییت کرده میگه اگر بشه هنوز از جنبش فلج اصلاحات نام برد، بهترین حرکت روحانی تحریم انتخابات و اصلاحات و حرکت صلح‌آمیز همیشه به معنای شرکت در بازی حکومت‌ها نیست. امیر از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. امیر بفرمایید روی خطین. سلام علیکم، خسته نباشین جناب سفیری و سرکار خانم اینا. بفرمایید جان محترم بینندگان. عرض به خدمتتون، رهبر جمهوری اسلامی ممکنه نظر 7-8 ماه قبل رو نداشته باشه، به دلیل اینکه در اون زمان آقای هاشمی بود، در قید حیات بود و حالا ممکنه اصلا خودش چراغ سبز داده باشه با آقای احمدی نژاد. این یه بعد میدونید که این انتخابات دیگه لوس شده، همیشه انتخابات بین بد و بدتر بوده، مردم رأی معکوس میدادن، حالا مثلا اومدن آقای احمدی نژاد هم بیارن که یه مقدار فرض کنه تنور انحراف و اینکه مردم بخوان برعکس رأی بدن مصمم‌تر بشن. این دلیل این که من فکر کنم آقای احمدی نژاد نه از روی مثلا مخالفت بلکه حساب شده و با تا
تایید خودشون اومده باشه. ممنونم. ولی اجازه بدین بفرمایید. خیلی کوتاه کلا عرض میکنم چشم. به دلیل اینکه احزاب ببخشید در ایران نیست، چنین انتخاباتی که فرض کنید یه عده برن ثبت نام کنن فقط رجال رو بردارن از وسط اینا که یه بچه هم میتونه بفهم کی تایید میشه، این اصلا انتخابات اصلا یعنی وجاهت قانونی نداره و مردم باید رأی ندن، اصلا شرکت نکن در این انتخابات. ممنونم. بعد این روی خط آقای قیاملو از سوئد روی خطین. آقای قیاملو بفرمایید. با سلام بر شما سفیری و خسته نباشید. سلام بر شما. عرض کنم که ببینید با در همین برنامه خودتون برنامه داشتین که آیا این انتخابات در ایران هست، در اونجا عرض کردم که در جایی که استبداد اونم به غلظت استبداد ولایت فقیه هست در اونجا انتخابات اولا صورت مسئله نیست. حالا چرا احمدی نژاد برخلاف نظر رهبر اومده؟ این خودش اصلا دکوراسیون رژیمه، دکوراسیون خود دستگاه امنیتی و شورای مصلحت نظامه که احمدی نژاد رو به قول شاعر چون که خواهی تا نشان سم اسود گم شود، ای رفیقا نعل را وارونه زن. این نعل وارونه زدنه که از یک طرف احمدی نژاد رو مورد توجه مثلا رهبر نظام نیست و اون توصیه میکنه که شما شرکت نکنید، بعد از طرف دیگر احمدی نژاد به عنوان کاندید خودشو معرفی میکنه و قبول میکنن. ممنونم آقای قیاملو از این که اومدین روی خط. ممنونم. سالار از تهران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت. سلام بر شما همکار محترمتون. من چند نفر دوستان در مورد توهین به شعور مردم اینا صحبت کردن. من در این مورد یه نکته بگم که به نظر من توهین به شعور مردم اینه که شما وقتی به 40 میلیون نفر توهین میکنه، 40 میلیون نفر که تو انتخابات شرکت میکنن، شما میگی انتخابات مسخره است، این توهین به اون مردمیه که توهین به شعور مردم اینه. اینی که بگیم رئیس جمهوری مثلا اختیار نداره، اینه فهم میکنم توهین به شعور مردم که 40 میلیون نفر میرن رأی میدن و یک رئیس جمهور انتخاب میکنن. در مورد این بحث انتخابات و ریاست جمهوری، من خودم شخصا بین دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای روحانی، بین عملکردشون آقای احمدی‌نژاد رو ترجیح میدم. یعنی این چیزی که تو این 4 سال از آقای روحانی دیدیم، این وضعیت بسیار بد، این ناکارآمدی شدیدی که در دولت آقای روحانی دیدیم. من ببین سالار، حالا که این نکته رو در نظر گرفتی که آقای احمدی نژاد رو ترجیح میدی، به نظر چرا رهبر ایران با اومدن آقای احمدی نژاد مخالف بوده؟ چرا اصولگراها تردش کردن؟ خبرگزاری فارس بهش حمله کرده، روزنامه جوان که طرفدارش بود وابسته به سپاه بهش حمله کرده، چرا این چه اتفاقی میفته؟ حالا داشتم ادامهش عرض میکردم که جواب من ادامه تمام بکنم میام سراغ جواب شما. اما با این حال اگر شورای نگهبان یه موقع احمدی‌نژاد رد صلاحیت کنه، بنده هیچ اعتراضی ندارم، چون من به یک مبنایی که برای خودم دارم اینه که قانون باید رعایت بشه. ممکنه سلیقه شخصی من قانون بیاد سلیقه شخصی من رد بکنه، بله. من مقابل قانون هیچ موقع سلیقه خودم رو بهتر از قانون و بالاتر از قانون نمیدونم. برای من اگر احمدی‌نژاد رد صلاحیت بشه، از نظر من هیچ اشکالی نداره. حالا جواب سوال شما، این اختلافی که میگید بین اصولگراها و احمدی‌نژاد اینا بوده، این چیز جدیدی نیست، مال امروز دیروز نیست. شما حتما خودتون بهتر میدونید این کاره هستید. این مال شاید میشه گفت از 89 به بعد، این از اون سالها به بعد هستش که این اختلافا هست که حالا روزنامه ها، نشریه ها، افراد، شخصیت های اصولگرا اینو با هم اختلاف داشتن. ممنون سالار. امروز فرصتمون خیلی کم، ازت عذرخواهی میکنم. امیدوارم که شب های بعد بیای حتما تو برنامه شرکت کنی. روزتا. یکی از کاربرانمون به نام رضا برامون در فیسبوک نظر گذاشته، میگه حضور آقای احمدی نژاد در صحنه انتخابات حاکمیت یک اتفاق و تصمیم گیری ناگهانی نبوده، بلکه اتفاق با هماهنگی رهبر و از قبل برنامه ریزی شده و به توصیه خود ایشونه و یک تئاتر و بازی سیاسی نخنما شده است. واقعیت اینه که هیچ کدوم از 11 دوره قبلی ریاست جمهوری انتخاب مردم نبوده و همگی با اجازه رهبری بوده و این تز انتخابات بوده که همیشه با خودش آنتیتز انتصابات رو به یدک میکشیده و رسالت داوری ریاست جمهوری در حاکمیت در واقع همون میزگرد انتصابات و سیرکیه با تبلیغات دروغین که در اتاق فکر نظام بحث و طراحی میشه و آرای مردم خوشخیال هم چیزی جز هزینات نیست.
مسعود از کاربرانمونه که در توییتر برامون توییت کرده، میگه ورود اسحاق جهانگیری یعنی حذف همزمان احمدی نژاد و روحانی و رقابت رئیسی و جهانگیری و برد برد برای کشور و نظام. این نظری بوده که این کاربر داشته. بهنام از کاربران چتمون هست، میگه احمدی نژاد خودشیفته قطعاً به راحتی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت میشه به دلیل عدم التزام عملی به ولایت فقیه. احسان در میگه در حاشیه از احمدی نژاد پرسیدم، خودش خبرنگاره، میگه در صورت رد صلاحیت بقایی شما هم از صحنه انتخابات کنار خواهید کشید. جوانفکر به جای او جواب داد دکتر آمده تا آخر باشد. امید توییت کرده میگه کاندیداتوری احمدی نژاد خبر خوبیه چون نشون میده هنوز چیزایی برای غارت مونده. زهره محمد ضیاءالله سه تا نظر کوتاه زدن درباره احمدی نژاد، رد صلاحیتش یعنی توف سربالا. محمد میگه سریال دنباله‌دار سناریوی جدید. ضیاءالله هم میگه نمایش کمیک تراژیک سانس دوم. یک پیام هم داریم از طریق پیامگیر که با هم گوش میدیم. 202-382-7205. متوجه شدم تبعات و کاندیدا شدن احمدی نژاد و تفکرات احمدی نژادی میتونه تیر خلاصی برای سیاست خارجی و اقتصاد کشور ما باشه، به دلیل اینکه سیاست خارجی کشور ما با نظر و زیر نظر مسئولین و حکومت قرار داره. پس بنابراین وقتی یه رئیس جمهور نمیتونه سکان سیاست خارجی رو به طور مثبت به دست بگیره، حداقل باید دلسوز و میانجیگر خوبی بین مردم و حکومت باشه. متاسفانه باید عرض کنم که اگر هیله و نیرنگ احمدی نژاد باعث بشه خودش یا یکی از همفکرانش رئیس جمهور بشوند، به دلیل اینکه ایشان و همفکرانش بسیار مغرور و بسیار خرافاتی و در عین حال سیاست خارجی رو کاغذ پاره میدانند، نتیجتا گرانی را در کشور به مرز وحشت خواهند رساند. شرکت کردن طیفا، چهره ها و جناهای مختلف سیاسی در انتخابات و کاندیدا شدن رئیس جمهوری و این آخری که جناب آقای احمدی نژاد کاندید شدن، بیشتر به یک فیلم نامه یا یک سناریو از پیش تعیین شده در اتاقهای فکر اینا، چون چالش این حکومت عدم شرکت کردن مردم در انتخابات، داغ کردن فضای سیاسی و چانه‌زنی بر سر کاندیداتوری یکی از مهمترین تفنگ‌های این حکومت. بیشک آقای احمدی نژاد باعث ناراحتی دیگر طیف‌های سیاسی خواهد شد، ولی آنچه که مسلم است با رأی دادن مردم و جمع کردن صف‌های طبیعی برای نشون دادن به جوامع بین‌المللی یک اشتباه مسلم و ملت مرتکب شد. یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. پارسا از تهران با اسکایپ روی خط، این بفرمایید. پارسا از تهران با اسکایپ. پارسا بفرمایید. سلام خدمت شما آقای سفیری، خانم ایران دوست. عرضم خدمتتون که من بعضی موقع برنامه‌تون رو که نگاه می‌کنم حتما یه قرص سردادم بعد بذارم کنارم، به خاطر اینکه بعضی که تماس می‌گیرن اصلا نمی‌تونن واقعا فکر می‌کنن این حرفا رو می‌زنن، مثل دوست عزیزمون سالار از تهران، امیر از ایران، آقای بابک از تهران. اصلا چرا بخه با کلمات بازی می‌کنه؟ این سفسطه آخه من نمی‌دونم تا چقدر. خیلی راحت و واضح است، آقا به حرف رهبر گوش نداده. آقای احمدی نژاد توف سربالا برای نظامه. وقتی خود رهبر میگه من راضی نیستم نباید بیاد، ایشون پا میشه یه لفظی حرفشو عوض میکنه، میگه نه من میام، رهبر همچین حرفی نزده و یه جوری که تفسیری کردم اشتباه تفسیر شده و اینجور چیزا. شما خودتون تا آخرش برید. آقای سالار از تهران وقتی میگن که تو نمیدونم بعضیا نظر میدن که توهین شده به شعور 40 میلیون، خب واقعا شده دیگه. وقتی بخشی از قشر جامعه که در فقر سواد سیاسی به سر میبرن و منافع شخصی خودشون رو به منافع وطن خودشون ترجیح میدن،
یعنی حس ناسیونالیستیشون اون موقع از دست میره و آقا میاد میگه که آقا من به شما یاران 100 تومن 200 تومن بیشتر میدم، شما بیا رأی بده به من. خب من حسابی آقای بابک از تهران قربونت برم من یکی بی حرفو به تو بزنه میگم به تو 100 تومن 200 تومن بدم به من رأی بده؟ یعنی این توهین به شخصیت و شعور جناب عالی نیست؟ اینو تو واسه من توضیح کن. ممنونم پارسا از اینکه اومدی روی خط. من از همه بینندگانی که پشت خط هستن، چه از طریق اسکایپ و چه از طریق تلفن، پیشاپیش همینجا در همین لحظه عذرخواهی و تشکر میکنم و تلاش میکنیم که چند تا بیننده رو بگیریم، تلفناشونو یا اسکایپشونو. محمد از گرگان روی خطین، بفرمایید. سلام علیکم جناب سفیدی. سلام بر شما محمد، یک دقیقه کمتر فرصت داری، بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید عزیز، وقتی که اصلاح طلبا و یا اصولگرا، به هر حال همه ماها در یه مملکتی زیر یه آسمان داریم زندگی میکنیم جناب آقای سفیری. ببینید وقتی اینا، من تعجب میکنم، اینا همه میگن آقای احمدی نژاد اومده برای به حساب تنور داغ کردن. مگه تنور انتخابات ما در این 30 و چند سال سرد بوده که حالا میخوان داغش کنن؟ الحمدلله همیشه تنور اونچنان داغه که میگه هم نون میچسبه هم فطیر میچسبه. متاسفانه اینا هنوز دنبال تنور داغ کردن. نه برادر من، نه، من فقط ملت ایران باید هوشیار باشه، ملت بدونه. ولی متاسفانه در ایران چون احزاب نداریم، اینا هنوز نیومده. ظرف 4 روز. ممنونم محمد، سپاسگزار که اومدین روی خط. جواد از آلمان با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. جواد از آلمان با اسکایپ. به هر حال همه ماها در یه مملکت یه آسمان داریم. جواد از آلمان با اسکایپ روی خط. جواد ارتباطش برقرار نیست. مرتضی از اربیل اگر اشتباه نکنم با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. ارتباط مرتضی هم برقرار نیست با ما. مرتضی صدای منو میشنوی؟ بله قربان، بفرمایید. بفرمایید. درود بر شما جناب سفیری. خسته نباشید. ممنونم. سلام و درود دارم به همکار گرامیتون. فقط من چون وقت کمه زیاد مزاحمتون نمیشم. خواهش میکنم. فقط این خواستم عرض کنم در مورد ارزیابی چهره های کاندیداتورها یا کاندیدها، کلا اینو عرض کنم خدمتتون. سوال شما رو با یه سوالی من ازتون سوال میکنم. به این صورت که اینا کدومشون چهره درخشانی دارن یا سوابق درخشانی دارن؟ فقط جای آقای سعید مرتضوی خالیه و لاجوردی هم چون هم کشته شده. هیچ کدوم. و الان بین بد و بدتر باید بد انتخاب کرد. و حضور آقای احمدی نژاد هم در این بره از زمان فقط دیسته شده است. تشکر، خیلی ممنون. ممنونم که اومدین روی خط. روزی تا یه فرصت یه دقیقه هم برای کامنت هست. قطعت میکنم اگر زیاد بشه. کامنت هامون خیلی زیاده، نظرات خیلی زیاده. من سعی کردم تا اونجایی که میشه نظرات رو کمتر فشرده تر بخونم و وقت کمی بگیره. مشتبه میگه نکته مثبتش اینه که، حالا کلمه ای که استفاده کردن رو من تکرار نمی کنم، به این فرد بخندیم. نکته منفیش اینه که سرفکنده ایم که همچین شخصیتی رئیس جمهور ایران بوده. رد صلاحیتش هیچ هزینه ای نداره چون پایگاه اجتماعی مناسبی نداره. و یکی دیگه از کاربرانمون به نام مرتضی میگه باید انتظار یک زلزله در انتخابات داشته باشیم، یک رفراندوم زیر پوستی. سعید میگه اونطور که مردم ایران رو میشناسم، اگر فردی مدعی پرداخت یارانه 200,000 تومانی بشه، بخشی از مردم این کار رو میکنن و حتما میرن بهش رأی میدن. اموال عمومی و فکر اینو نمیکنن که آیا این از اموال عمومی یا حق واقعیشون به اون رأی میدن. علی میگه باید به این نکته توجه داشته باشیم که این نظام تجربه حذف بزرگتر از احمدی نژاد رو هم داشته، ولی قطعا این حذف هزینه داره. اون هم هزینهش رو باید شخص اول مملکت باید بپردازه. به هر حال رأی قابل توجهی میاره، یا اگر هم رد صلاحیت بشه، هر کسی رو که معرفی کنه رأی بالایی میاره، چون جلوی همون شخص اول میسته. باید توجه داشته باشیم که این کارها دعوای زرگری برای گرم کردن تنور انتخاباته، که البته ملت هم به راحتی به این بازی شرکت میکنن. امیر هم توییت کرده کار دیگه، اصلا 1%، 0.1% روحانی رد صلاحیت بشه، انتخاب بین بد و بدتر بین رئیسی و احمدی نژاده. کدوم به نظر شما؟ محسن از شیراز روی خطین، خیلی کوتاه لطفا بفرمایید. بله با سلام. سلام بر شما.
خیلی از قانون صحبت میکنن آقایون، من میخواستم بگم که وقتی که دزدان مدعی قانون میشن بعد به هر قانونی شک کرد، اساسا این قانون برایش میشه عوض کرد، قانون که سندیتی نداره که. و یه سوال داشتم از آقایون اصولگرا که شما که میخواید شمشیر واسه دنیا از رو بکشین، آیا میتونین برنده بشین؟ یعنی یه نفر چند بار میتونه شکست بخوره؟ یه بار، دو بار، ده بار؟ خیلی ممنون. ممنونم. امیر حسین از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمایین. سلام و وقت بخیر جناب سفیری و خانم ایران دوست. خواهش میکنم بفرمایید. جناب سفیری، نظر بنده راجع به این نامزدها این هستش که اینا هیچ کدوم به هیچ دردی نمیخورن. 38 سال دروغ، خیانت، جنایت دیدیم تا خدمت. بعد از اینا هم همیشه همین بوده. در جواب آقای سالار هم باید بگم که انتخابات واقعا مسخره هستش. حالا ایشون در کنار دولت هستن، شاید براشون مسخره نباشه. نظر دیگه ندارم. شبتون بخیر. ممنونم. اجازه بدین من از بهمن از تهران، ابراهیم از تهران، علی از تهران و آقای اعظمی از خراسان عذرخواهی، تشکر و خداحافظی کنم. پیامی هم از طریق پیامگیر دریافت کردیم و بعد هم خبرهای پربیننده در شبکه‌های اجتماعی رو با شما مرور میکنیم. رئیس جمهور انتخاب شده، این هم همه مینیسه که با سیک میاد، 9 کلاس درس میاد، دختر 6 ساله میاد اسم مینیسه. اینا یه جوری مثل چون کار ندارن، مردم بیکارن، الان بیکاری و گرومی داره بیدار میکنه. میخوام سر مردم اینجوری گرم کنم. رئیس جمهور انتخاب شده، تخت شده، اینا همش هم سرگرمی مردمه. مردم نمیدونن بعد چیکار کنن. آقا یه دختر 6 ساله نمیدونم، یه آدمی که 9 کلاس درس خونده اصلا از سیاست چیزی نمیدونه، اینا اومدن اسمش برای چی؟ تب انتخابات بالا گرفته، فضای مجازی هم تحت تأثیر اونه و ویدیوهای زیادی به اشتراک گذاشته شده. اما قبل از اون ویدیویی رو براتون آماده کردم، یک سوال هم میخوام بپرسم. انتخابات 24 خرداد ایران رو شما چطور میبینید؟ جواب این شهروند رو با هم میشنوید. انتخابات 24 خرداد ایران رو چطوری میبینید شما؟ به صورت زنده از شبکه های تل بله، این هم نظری بود. حالا در انتخابات یک اتفاقی هم که در ایران میفته همواره در این وقتها، پیش از اون که هیئت‌های اجرایی نظر نهاییشون رو بدن، خیلی عظیمی میان ثبت نام میکنن، هیچ تجربه‌ای هم ندارن، بعضی لباس‌های عجیب غریب تنشونه، شغلی هم شاید نداشته باشن و شعارهای عجیب غریبی هم میدن. شما چه نظری دارین؟ 202-382-7205 شماره پیامگیر اوتوماتیک برنامه روی خطه. بیاین از همین الان نظر خودتون رو برای برنامه فردا شب با ما در میون بذارین. تا فردا شب، شب بر همه شما خوش. روز شبتون خوش. صدای آمریکاست.